کوینز پارک، یک شنبه 15 سپتامبر، تورنتو، سالگرد انقلاب زن، زندگی، آزادی. برنامه هنوز شروع نشده ولی تقریبا دوستان دارن همه جمع میشن. Please make your way to the front. If you can't see me, you're not in the right spot. So please come on, make your way to the front of the stage, and we're going to slowly get started. Zan Zendegi Azadi! 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 Speeches, and then we're going to get to walking, which is what I know you're all here for. So our first guest is an award-winning journalist, broadcaster, and the host of a called On the Line. She uses her platform to advocate for Iran and globally educate people on the dangers of the Islamic regime. I want to tell you about another Iranian woman. Her name is Baran Abed. Baran came to Canada in May, just this summer. On July 10th, only 2 months after coming to Canada, police found Baran's body inside of a suitcase. She was in an abandoned lot all the way in St. John's, Newfoundland, 10,000 kilometers away from Iran, 10,000 kilometers away from the laws that subjugate and strangulate women. امروز همه ما کرد هستیم. امروز همه ما بلوچ هستیم. امروز همه ما عرب هستیم. امروز همه ما لور هستیم، امروز همه ما گیلکیم، امروز همه ما فارسیم، امروز همه ما ترکیم، امروز همه ما ایرانی هستیم. And I thank you in very different and profound ways. Every one of you is carrying the flame and the hope of democracy in Iran in your hearts, and I thank you for never giving up. از خودگذشتگی زرین قرة‌العین، هما دارابی، مهسا و دیگران به ما آموخت که ایستادن وظیفه همه ماست و بردوش همه ماست. ولی میخواستم ببینم ما هممون اینجا خیلی زیاد بودیم در طی این 2 سال اخیر، ولی چشم همگی ما روشن که الهام مدرسی نازنین رو هم اینجا میبینیم. انقلاب جینا که با دادخواهی برای جان یک زن شروع شد، جان عزیز دیگری که به ناحق گرفته شده بود، طولی نکشید که به دادخواهی برای ظلم رفته بر تن تمام زنان ایران تبدیل شد. به زیبایی ژن ژیان آزادی نام گرفت و بستری شد برای بسیار مطالبات دیگر. انقلابی چنان گسترده و همگیر که یکی از مترقی ترین جنبش های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی نام گرفت. این انقلاب علاوه بر همه اینها زندگی شخصی تک تک ما، اندیشه ها، روی کردها و حتی عمیق ترین لایه های شخصیت ما را تحت تأثیر قرار داد. همچنین حضور جامعه کویر ایرانی در صحنه سیاسی و تنها مدیون شجاعت و همت فعالان جامعه کویر نیست. این تغییر به همت بسیاری از فعالان
و فرصت گفتمان آزادی که همه ما فراهم کردیم به وجود آمد. امروز برای مردم واضح شده است که دین تنها وسیله‌ای برای سوء استفاده از روح معنوی مردم ایران است. مبارزه ادامه داره و این ایستادگی ادامه خواهد داشت. از شریف محمدی یاد بکنم، از بخشان عزیزی یاد بکنم، از همه عزیزانی که در صف اعدام هستن. این حکم ها باید برگرده، تمام زندانیان سیاسی باید آزاد بشن. Justice for Tumat!